معاون وزیر بهداشت ایران گفته منشأ کیک‌های حاوی قرص تا حدی مشخص شده. ایرج حریرچی گفته در یکی از کشورهای همسایه هم این مورد دیده شده. وزیر آموزش و پرورش هم گفته جاسازی قرص‌ها در کیک‌ها در فرآیند تولید اتفاق نیفتاده و قرص‌ها بعد از تولید جاسازی شدند. چند روزی است که گزارش‌های در مورد وجود تعدادی قرص از جمله قرص‌های روانگردان در چند نمونه کیک و بیسکویت در چند استان منتشر شده. جزئیات بیشتر از مهدی بیگ. صدایی آشنا، پیش به سوی بوفه، تغذیه زنگ تفریح را همه دوست دارند. از بوفه چیزی نخر، این شاید جمله‌ای باشد که این روزها بعضی از پدر و مادرها به بچه‌ها بگویند. اما چرا باید از خیر این نوستالژی دوست داشتنی گذشت؟ ماجرا از مدرسه‌ای در زیوه از روستاهای پیرانشهر در آذربایجان غربی شروع شد. همکاران نشستیم، یکی از دانش آموزان یکی از کتاب هایی که از بوفه خریدن و به اسم کتاب هست، همین مارکی که میبینید کتاب طلایی، یه قرص ترامادول داخلش هست، SHD اگه دقت کنین روش نوشته شده. اگر خودش باشد مسکنی قوی است که برای دردهای متوسط و نسبتاً شدید مصرف میشود. ترامادول 50 میلی گرم. عکس ها و ویدیوهای دیگری هم در فضای مجازی منتشر شدند. پس خواهش میکنم از این داری دیگه کیک نمیخوری به سر گرم. اومدم داخل کلاس. بعضی جدی. به همه ببینم با چشم خودشون که باور کنند. و بعضی هم شوخی. یکی از مسئولان اول مسئله را شایعه نامید. یه موضوعی هست بیشتر در حوزه عزیزانمون در پلیس فتا و پلیس امنیت بگنجه و یه موضوع بیشتر اجتماعی، یک شایعی هست که حالا فرد یا افرادی در شکلی عملی اون نقش داشتن و دامن زدن به اون. اما با گزارش موارد دیگر در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان پیگیری ها جدی شد. تا الان 30 نمونه محصول که حاوی قرص یا کپسول بوده برای دانشگاه علوم پزشکی واحد معاونت غذا و دارومون ارسال شده و این 30 نمونه هر 30 نمونهش قرص ها و کپسول های متفاوته و اصلا مشابه نبوده. پس از انتشار تصاویری از کشف قرص در کیک ها و بیسکویت ها در دو روز پیش، رسانه های ایران از شناسایی عوامل پخش کیک های آلوده و پلمپ یک انبار بزرگ در چابهار خبر دادند. خبری که دیروز تکذیب شد. در محل انبار حضور پیدا کردیم، از انواع کالاهای تولیدی و اون کیک ها و تولیدی هایی که در فضای مجازی پخش شده بود نمونه برداری شد رندومی و تعداد زیادی بازگشایی شد. خوشبختانه هیچ موردی که به هر حال دال بر این باشد که قرصی جاسازی شده باشه یا تولید کارخانه باشه مشخص نشد در محل توزیع تا این مرحله. پنج شنبه محمد صابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت 7 کودک در این استان به خاطر مصرف کیک و کلوچه حاوی نوعی قرص مسموم شدند. امروز ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت در یکی از کشورهای همسایه هم مواردی دیده شده. وزیر آموزش و پرورش هم میگوید کیک های آلوده لزوماً در مدارس خریده نشدند. بررسی ها نشون میده که اینها در مراحل تولید اتفاق نیفتاده، چون اینا تغییر شکل ندادن، تغییر رنگ ندادن، بعداً تزریق شدن. امروز رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی عسلویه از درمان 2 بیماری که کیک حاوی قرص خورده بودند خبر داد. به نظر میرسد فعلاً تا روشن شدن موضوع نان و پنیر خانگی مطمئن ترین گزینه باشد. مهدی بیگی، BBC.